بینندگان گرامی در اینجا توجه شما را به گزارشی از واکنش های رژیم آخوندی در مورد طرح موضوع بازدید از مراکز نظامی و اتمی رژیم توسط آژانس بین انرژی اتمی جلب می‌کنیم. پیامدهای سفر نیکی هیلی در رژیم آخوندی در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در شش گزارش خود پایبندی ایران را به برجام مورد تایید قرار داده، نیکی ایلی اعلام کرده هدف از سفرش به وین وی این است که واشنگتن بفهمد آیا آژانس از سایت های نظامی ایران برای راستی آزمایی پایبندی این کشور به توافق هسته‌ای بازدید خواهد کرد یا نه. وزیر امور خارجه در نامی به مدیر کل آژانس انرژی اتمی درباره تبعات سفر نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین هشدار داد و اعلام کرد هدف نیکی هیلی از سفر به وین پیامدهای مخربی در اجرای برجام خواهد داشت قبل از اینکه پیامد سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین در عرصه سیاسی مشخص شود منجر به تشدید حراس باندها و بالا گرفتن جنگ دلواپسان نظام با باند روحانی شده است. کیهان خامنه ای نوشته است با عرض تأصف بسیار باید گفت آمریکایی ها تا این جای کار در پیشبرد استراتژی واقعی و نه اعلامی خود کاملا موفق بودند. چرا که توانستند سیستم محاسباتی دستگاه دیپلماسی کشور را دچار اختلالی جدی کنند کل این محاسبه و خروجی آن دقیقا همان چیزی است که آمریکایی ها میخواهند و به آن نیاز دارند. واکنش ضعیف به تحریم های بی سابقه و اخیر کنگره آمریکا که به امضای ترامپ نیز رسید فصل تازی از فشار و چالش را برای ما ایجاد خواهد کرد و پیش از رسیدن این فصل باید چاره ای برای آن اندیشید. آمریکایی ها بر سر بازدید از مراکز نظامی ما جنجال می کنند. برخی دوستان داخلی خواهند گفت آمریکایی ها به اندازه کافی بر سر این موضوع و ایستادگی ما عصبانی هستند بهتر است بیش از این ترامپ را عصبانی نکنیم که خطرناک است کیهان خامنه همچنین با حمله به اظهارات صالحی که تصویر بتون ریزی در قلب راکتور آب سنگین عراق را فتوشاپ خوانده بود نوشته است رجزخانی های خالی از محتوا و تحریف واقعیت در اردوی دولت همچنان ادامه دارد. به نظر میرسد حفظ برجام و اهداف سیاسی و ترس از برافتادن پرده ها حامیان برجام را به گفتن حرف های متناقض و خلاف بدیهیات وادار کرده است. کیهان خامنه ای سپس پخش اظهارات صالحی از تلویزیون رژیم را خیانت خوانده و مینویسد. این گونه اطلاع رسانی یک سویه جفا به شعور و آگاهی مردم و خیانت به انقلاب اسلامی است. ارگان باند معتلف نیز با ابراز وحشت از تغییر دوران نوشته است. آنچه مسلم است اینکه فعالیت های ضد برجامی دولت ترامپ وارد فاز تازه گردیده است. در چنین شرایطی لازم است برای مقابل با هر احتمالی از جمله خروج واشنگتن از برجام آماده بود. علی خرم مشاور ظریف نیز ضمن ابراز نگرانی از انزوای رژیم در پنج به علاوه یک به رسانه های حکومتی گفته است نکته قابل توجه این است که اروپایی ها هم اگر ببینند فشار آمریکا بیشتر می شود یک جایی کوتاه می آیند با نظر آنها موافقت می کنند وی با ابراز نگرانی از تنگنای منطقی رژیم افسوده است این نشان می دهد که آمریکایی ها قصد دارند با استفاده از مسائل جاری در منطقه خاورمیانه به خصوص در عراق و سوریه و همچنین بحانه های مانند حمایت نظام از حزب الله اقدام به تصویب تحریم های جدیدی علیه ما بکنند وی در صورت نقض برجام از طرف آمریکا ادامه مسیر زهرخوران را به نظام توصیه کرده و گفته است در صورت نقض توافق هسته‌ای از سوی آمریکا نظام باید با اطمینان و اعتماد کامل موضوع را از راه سیاسی و از راه کمیسیون مشترک نقض برجام یعنی راه حقوقی دنبال کند هر گونه تبلیغات و بزرگنمایی موضوع میتواند محیط بین المللی را به نفع طرف مقابل تمام کند